حضرت آیت الله خامنه ای اجتماع زنان فرهیخته و مسلمان 85 کشور جهان را در اجلاس بین المللی زنان و بیداری اسلامی فرصتی بسیار مهم برای شناخت بیشتر زنان دنیای اسلام از یکدیگر دانستند و افزودند، آشنایی و تعامل ایجاد شده در این اجلاس را مقدمه ای برای ایجاد حرکتی مؤثر و ماندگار در روند احیای هویت و شخصیت زنان مسلمان قرار دهید. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش 100 ساله پیچیده و همه جانبه غرب برای دور کردن زنان مسلمان از هویت اسلامی تاکید کردند، تلاش بانوان نخبه جهان اسلام برای احیای این هویت بزرگترین خدمت به امت اسلامی است، چرا که احساس هویت، آگاهی و بصیرت زنان مسلمان تأثیری شگرف و مضاعف بر جریان بیداری اسلامی و عزت و کرامت امت اسلام خواهد داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای نگاه غرب به زن را نگاهی اهانت‌آمیز دانستند و خاطر نشان کردند غربی‌ها در عمق فرهنگ خود زن را کالا و وسیله‌ای برای تمتع مرد می‌دانند و همه ابزارها و امکانات خود را برای تحقق این هدف به کار گرفتند، اما در حرکتی مزورانه بر این نگاه منحط، ناقص و گمراه کننده نام آزادی گذاشتند، همچنان که بر جنایاتی نظیر قتل و غارت ملت‌ها، چپاول ثروت‌های کشورها و لشکرکشی و تحمیل جنگ نیز نام‌های فریبنده‌ای مثل آزادی طلبی، حقوق بشر و دموکراسی می‌گذارند. رهبر انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را نقطه مقابل نگاه غرب به این مقوله برشمردند و تأکید کردند اسلام به زن نگاهی عزت بخش، کرامت آفرین و رشد دهنده دارد و برای زن هویت و شخصیتی مستقل قائل است. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به تجربه موفق حضور زنان فرهیخته و مؤمن ایرانی در عرصه های مختلف علمی، سیاسی و مدیریتی افزودند زن در محیط اسلامی رشد علمی، شخصیتی اخلاقی و سیاسی می‌یابد و در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار دارد، اما همچنان زن باقی می‌ماند و به این مسئله افتخار می‌کند. ایشان متلاشی شدن خانواده‌ها در غرب و افزایش فرزندان بی‌هویت را از جمله نتایج نگاه فرهنگ غربی به زن دانستند و افزودند غرب از همین نقطه سخت‌ترین ضربات را خواهد خورد و در روند تدریجی بروز پیامدهای حوادث اجتماعی دچار فروپاشی خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای زن و مرد را در نگاه اسلام دارای خصوصیات مشترک انسانی برشمردند و افزودند زن و مرد هر کدام بر اساس خصوصیات جسمانی خود در ادامه آفرینش، رشد و تعالی انسان و حرکت تاریخ نقش خاصی بر عهده دارند که در این میان نقش زن یعنی تداوم بخشیدن به نسل انسان از نقش مرد مهمتر است. ایشان افزودند ضوابط اسلام درباره خانواده و محدودیت‌های روابط جنسی را باید از این دید مطالعه و درک کرد. رهبر انقلاب اسلامی روشن کردن و برجسته ساختن نقش زن از نگاه اسلامی را مهمترین مسئولیت زنان نخبه و فرهیخته دنیای اسلام دانستند و با استناد به نقش اساسی زنان در تحولات 33 سال اخیر ایران افزودند نقش زنان در تحولات اجتماعی، انقلابها و حرکت بیداری اسلامی نیز نقشی تعیین کننده است، چرا که هر جا زنان در یک حرکت اجتماعی حضوری آگاهانه می‌یابند، پیشرفت و پیروزی آن حرکت تضمین شده است و این واقعیت ادامه و تقویت حضور زنان در تحولات مصر، لیبی، بحرین، یمن و دیگر نقاط دنیای اسلام را کاملا ضروری می‌سازد. نقش زنان در تحولات اجتماعی است، در انقلاب‌ها، در همین حرکت بیداری عظیم اسلامی. من به شما عرض کنم اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته باشند اون حرکت به جایی نخواهد رسید.
موفق نخواهد شد. اگر زنان در یک حرکت حضور پیدا بکنند، یک حضور جدی و آگاهانه و از روی بصیرت، اون حرکت به طور مضاعف پیشرفت خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای بیداری اسلامی را حرکتی عجیب و بی‌نظیر برشمردند و تأکید کردند این حرکت به شرط آسیب شناسی صحیح و مقابله با خطرات و آفتها میتواند مسیر کنونی تاریخ را عوض کند. رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از انقلاب ملت‌های مسلمان در شمال آفریقا و دیگر مناطق جریان بیداری اسلامی افزودند، مستکبران و در رأس آنها آمریکا و صهیونیسم که در مقابل این حرکت عظیم غافلگیر شده اند، با همه وجود سعی می کنند این حرکت را مهار و بر آن موج سواری کنند. ایشان کم کردن انگیزه های ملت ها برای تداوم حضور در صحنه و سرگرم کردن قشرهای مختلف مردم کشورهای منطقه به مسائل فریبنده یا اختلاف انگیز را از جمله روش های دنیای اسلام برای مهار بیداری اسلامی برشمردند و تأکید کردند اگر ملت های مسلمان در مقابل این توطئه مقاومت کنند و همچنان در صحنه حضور داشته باشند، پیروزی آنها بر دنیای استکبار قطعی است، چرا که قدرت شمشیر همه مستکبران در مقابل حضور و ایمان ملت ها کند و ناکارآمد است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به توطئه ها و اقدامات بیوقفه اما شکست خورده دشمنان اسلام و ایران در 33 سال اخیر افزودند امروز جنجال های جهانی و سر و صدای تبلیغات جهانی متوجه شده است به اینکه ما ایران رو تحریم کردیم. نمیفهمند، درک نمی کنند. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن، ما 30 سال تحریمیم، ما واکسینه شدیم در مقابل تحریم، تحریم به ما ضربه نمیزنه. ملت ایران ایستاد، ملت ایران با جان خود، با مال خود، با عزیزترین عزیزان خود در مقابل توطئه های دشمن ایستاد. امروز ما نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قویتر و جلوتر هستیم. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت های کشور در زمینه های مختلف خطاب به زنان فرهیخته و نخبه دنیای اسلام افزودند امروز زن مسلمان ایرانی سرفراز و عزتمند در همه عرصه های پیشرفت حضور دارد و زنان تحصیل کرده و نخبه این کشور جزء مؤمنترین و انقلابی ترین زنان ایرانی هستند و غرب با هزاران وسیله تبلیغاتی و بمباران خبری تلاش می کند این واقعیت را دیگرگون جلوه دهد. حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری تلاش‌های ناکام غرب برای منصرف کردن جمهوری اسلامی از حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند ما فارغ از مباحث انحرافی نظیر شیعه و سنی در کنار همه برادران مسلمان خود ایستاده ایم. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند ملت ایران و جمهوری اسلامی به لطف الهی در کنار ملت فلسطین، همه ملت‌های بیدار شده و انقلاب کرده و همه کسانی که با آمریکا و صهیونیسم مواجهه می‌کنند ایستاده‌اند و از آنها دفاع می‌کنند و در این مورد ملاحظه هیچ کس و هیچ قدرتی را نخواهند کرد. در ابتدای این دیدار تعدادی از شرکت کنندگان در اجلاس بین المللی زنان و بیداری اسلامی از کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. این اهم محطات من محطات حرکت الصحوه الاسلامیه كان انتصار الثوره الاسلاميه في ايران بقياده الامام الخميني رضوان الله عليه معلنه بدايه عصر جديد في تاريخ الحركه الاسلاميه والآن إيران تشكل قاعدة للمشروع الإسلامي لها حق الوفاء في أعناقنا لقد كان للمرأة المصرية دور رائع في الثورة التي اندلعت في 25 يناير 2011 كانت في مقدمة قيادات الحركات الاحتجاجية ضد نظام مبارك وكانت تتعرض للسجن والاحتجاز والضرب
والاعتداءات في الشوارع من شرطة مبارك وعناصرها الإجرامية التي كانت تتخفى بالزي المدني. إن الشعوب الإسلامية التي ثارت على حكوماتها الفاسدة المستبدة تريد اليوم وحدة عربية إسلامية تتأسس على ثوابت دينها الحنيف. يعد هذا المؤتمر نقطة انطلاق لتوحيد الصف الإسلامي وتبادل الآراء والخبرات فيما يخص المرأة والخروج بمقترحات وتوصيات ترفع من مكانتها في كافة المجالات وإيجاد الحلول لقضاياها. فقد ضربت المرأة اليمنية أروع الصور في ثورات الربيع العربي وأذهلت العالم. سيدي سماحة الإمام خامئني، لا يخفى على مقامكم ما تحيكه الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا من مؤامرات ودسائس ضد الدين الإسلامي والمسلمين في أرجاء المعمورة. الغرض منها ضرب الإسلام وكسر شوكته، فعملت جاهدة وبكل الوسائل على تحريف الثقافة الإسلامية، هذه الثقافة التي تعرضت إلى العديد من حملات القرصنة والغزو الثقافي لطمس ومحو الشخصية الإسلامية حتى يصبح المسلمين بلا دين وبلا هوية، فيفتح لها المجال واسعاً ورحباً من أجل ترويج أفكارهم ومعتقداتها التي تتنافى وبكل تأكيد مع قيمنا الإسلامية الحنيفة. فشهداءنا الأبرار أخذوا واستلهموا الدروس والعبار من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وساروا على نهج درب أبا الأحرار سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين. لبيك يا حسين. ونساؤنا المجاهدات تمثلت فيهن روح البسالة والشجاعة والصبر والقناعة، فكن بجانب الرجل جنبا إلى جنب متأسينا بصبر وشجاعة مولاتنا العقيلة السيدة زينب عليها السلام. زهرة خانم kızımın sizin için düzelttiği şiiri nezarınıza çattırmak istedim. Ey hurşide tabane vilayet, ey rahe saadet ve hidayet, ey kuhe bulend kamet İran, ey ostuvar der mukabele osyan, şad zididare şuma geçteyim, aşıkı ruhu Hümeyni geçteyim. وكنتم يا سيدي من يبلسم الجرح ويواسينا ويخفف عنا ألم فراق الأحبة الذين افتقدناهم باكرا، أعني والدي العزيز سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي ووالدتي الشهيدة العالمة والفاضلة أم ياسر وأخي الشهيد الطفل حسين الذين اغتالتهم طائرات العدو الصهيوني في جنوب لبنان في 16 من شباط سنة 1992. در این دیدار همچنین خانم حجازی دبیر همایش بین المللی زنان و بیداری اسلامی با اشاره به حضور 1200 نفر از بانوان فرهیخته و فعال در عرصه‌های مختلف از 85 کشور جهان در این همایش، گزارشی از مباحث مطرح شده در همایش بین المللی زنان و بیداری اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن ارائه کرد. آقای دکتر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به برگزاری 4 همایش بین المللی در خصوص بیداری اسلامی از سال گذشته تا کنون گفت: مجمع جهانی بیداری اسلامی تلاش دارد تا با برگزاری این همایش‌ها گفتمان بیداری اسلامی را نهادینه و بارور کند.